سلام دوستان، تا حالا پیش اومده با ظرفهایی مثل ظرف مایعی ظرفشویی، مایعی دستشویی، روغن، شربت و امثال هم کاری انجام داده باشین؟ امروز با هم میریم یکی از این ظرفها رو برای نمونه ببینیم چی کار میشه باش کرد. من این ظرف مایعی ظرفشویی رو میخوام برش بدم و ببینم چه کارهایی میتونم باهاش انجام بدم. خب، برای اینکه صاف برشش بزنم، ابتدای خط روش میندازم از قسمتی که میخوام برش بزنم. ببینین یه خط کاملا مشخصه. حالا برش میزنم با کارد کوچیک، با کارد بزرگ، با قیچی، با هر چی که راحتین میتونین برش بزنین. خب من این اولشو با کارد کوچیک برش زدم، چون یه مقداری کناره ها سفت میشه با کارد بزرگتر برش میزنم. ممکنه یه مقداری لبه هاش کنگره دار در بیاد که بعد میتونین اونا رو با قیچی صاف کنین، ولی این ظرف چون یه مقداری ضخامت داره الان با قیچی نمیتونم این کار رو انجام بدم. باید هر جور شده اینو برشش بزنم. طرف دیگر رو هم به همون شکل یه خط میندازم که بتونم تقریبا راست در بیارمش. با نوک کارد راحت خط میفته. این طرف انگار راحت تر برش میخوره. در ضمن اینو بگم این کارهایی که من میگم با این ظرف میتونین انجام بدین، شما هم برای من کامنت بذارین که دیگه چه استفاده هایی میتونیم از این ظرف ها بکنیم و شما قبلا چه استفاده هایی کردین. حالا اون کنارایی که صاف نیست رو صاف میکنم. اینجا یه مقداری از روی خط کنار رفته. حالا تقریبا یه لبه های صاف داره. با این چی کار میتونم بکنم؟ خیلی کارا میشه با اینا انجام داد. یکی از کارا اینه که وسایلی که دم دستتونه معمولا تو آشپزخونه بذارین توی این. البته میدونم که خیلیاتون ظرفای خیلی قشنگی دارین برای این کار، اما این هم یه ایده است. کاری دیگه اینه که توی این فریزرای سایدی که خیلی قسمت فریزرش کوچیکه و یخچالش بزرگتره، همینجوری نمیشه چیزها رو روی هم گذاشت. باید توی یه جعبه چیزی گذاشت. به جای این جعبه های بازار میشه از اینها استفاده کرد. البته من الان اینها یخ زده است که دارم میذارم توش و خوب جا نمیفته، اما اگر از اول بذارین توش قبل از اینکه یخ بزنه، ردیف ردیف و بیاین بالا، خیلی راحت و خیلی هم زیاد جا میگیره و توی فریزر دیگه سردرگم نمیشین که اینو ببرین بالا اونو بیارین پایین. توی فریزر حتما این فریزرهایی که کشویی نیست باید توی این ظرف ها بذارین و خب چه بهتر که اینا رو دور نریزین و از اینها استفاده کنین. یه استفادهش پس دیدین که برای فریزره. و یه استفاده دیگه شما میتونین به عنوان یه سطل زباله کوچیک برای تو اتاق خواب، اتاق بچه، اتاق نشیمن، کنار آشپزخونه، یا اینکه حتی زمانی که میرین سفر برای توی ماشینتون یه سطل زباله کوچیک داشته باشین. خیلی راحت و خوب و تمیز. خب
اینم از زبالمون. اگه یادتون باشه قبلا برای درست کردن کالباس از بطری خالی روغن استفاده کردم که لینک اونو براتون این بالا میذارم. از قوطی‌ها و ظرفای کوچیک این تیپی میتونین برای لوازم تحریر بچه‌ها استفاده کنین، مثل مدار رنگی، مداد، قلم، خودکار، خطکش و این تیپ چیزا. البته تو این مورد حتما مراقب مسائل ایمنی هم باشین. اما اگر اینا رو یه مقدار کوچیک‌تر برش بزنین، قدش کوتاه‌تر باشه، میتونین برای لوازم بهداشتیتون استفاده کنین و تمام و سرجم یه جا توش بذارین. یا اینکه به جای این سبدهای آماده بازار از این قوطی‌های برش زده استفاده کنین و وسایل تمیزکاری آشپزخونه رو که زیر سینک معمولا نگهداری میشه تو اینها بذارین و جمع و جور و خوب باشه. حتی میتونین برای دستشویی، توالت و حمام هم از اینها استفاده کنین و وسایل نظافتی دستشویی، توالت و حمام رو توی اینها جمع و جور و خوب بذارین و یک جا نگهداری کنین. ببینین عالی میشه. در ضمن من غیر از اینها برای قلم زدن گلهایی که توی آب ریشه میدن هم از اینها استفاده کردم. یادتون باشه برای من بنویسین که شما چی کار میکنین. خدا نگهدارتون.